مسکو در دومین روز حمله نظامی بر اوکراین همچنان بی‌محابا به حملاتش ادامه می‌دهد و در حال پیشروی در خاک اوکراین است. وزارت دفاع اوکراین نیز تایید کرده که نیروهای روسی از شمال این کشور وارد کیف پایتخت این کشور شده. رئیس جمهور اوکراین خواستار مذاکره با پوتین شد. آن طرف کاخ کرملین هم اعلام کرد پوتین آماده اعزام هیئتی به مینسک پایتخت بلاروس برای گفتگو با مقامات اوکراین است. در سوی دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا از تحریم‌های سنگین علیه مسکو خبر دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته پوتین این جنگ را انتخاب کرد و اکنون او و کشورش عواقب آن را پرداخت خواهند کرد. سازمان ملل متحد و شماری از کشورها از جمله افغانستان خواهان پایان درگیری‌ها و حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو شده است. درگیری ها در دومین روز حمله روسیه بر اوکراین شدت گرفته و تا اینجا برد با نیروهای روسی است. بر اساس گزارش ها نیروهای روسی نیروگاه هسته چرنوبیل اوکراین را تصرف کرده و خود را به کیف پایتخت اوکراین رساندند. همزمان خبرهای از تیراندازی و صدای چند انفجار از اطراف کیف نیز مخابره شده است. ارتش اوکراین از مردم خواسته بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی به نیروهای دفاعی این کشور بپیوندند. صبح امروز هم رئیس جمهور این کشور از غربی ها انتقاد کرد و گفت به تنهایی از کشورش دفاع می کند. ساعت پس از این انتقاد نخست وزیر انگلیس با او تلفنی صحبت کرد و از حمایت های بیشتر کشورش در روزهای آینده خبر داد. امروز صبح ما به تنهایی از کشور خود دفاع می کنیم و مثل دیروز قدرتمندترین نیروهای جهان از دور نظارگر هستند. زلنسکی همچنین گفت روسیه دیر یا زود برای پایان درگیری ها باید با کیف مذاکره کند. وزیر خارجه روسیه اما در واکنش به آن گفت آمادگی کیف برای مذاکره با روسیه دروغ محض است و مسکو به این ادعا اعتماد نمی کند. و اما گفت روسیه قصد اشغال اوکراین را ندارد، بلکه می خواهد مردم این کشور را از زیر ظلم نجات دهد تا خود آیندهش را تعیین کنند. زلنسکی خود مذاکرات در مورد تأمین امنیت را رد کرد و ادعای وی در مورد آمادگی برای گفتگو با روسیه دروغ محض است. با این حال درگیری ها همچنان در اوکراین ادامه دارد. تصاویر نشر شده از پایتخت اوکراین نشان می دهد که ساختمان مسکونی آماج حملات قرار گرفته است. مقام های اوکراینی نیز گفتند تا کنون 33 محل غیر نظامی از سوی نیروهای روسی بمباران شدند. همزمان سازمان ملل اعلام کرد تا این دم 25 غیر نظامی کشته و 102 تن دیگر زخمی شدند. اینجا هم در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا میگوید پوتین جا طلبی بسیار بزرگتر از اوکراین در سر دارد. احیای امپراتوری روسیه یا شوروی سابق. واشنگتن و اتحادیه اروپا همچنان بر تبل تحریم های سنگین علیه روسیه میکوبند. پوتین متجاوز است. پوتین این جنگ را آغاز کرد و اکنون او و کشورش عواقب آن را متحمل خواهند شد. تجاوزهای ولادیمیر پوتین به اوکراین با قیمت گزافی برای روسیه تمام خواهد شد. این بسته خیلی گسترده و هدفمند از تحریم‌ها که امشب تصویب شد نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا تا چه اندازه متحد است. این تحریم‌ها شامل واردات گاز از روسیه نمی‌شود. ما در حال بررسی راه‌های قطع تکیه بر انرژی روسیه هستیم. برغم تلاش‌های نظامی روسیه برای پیروزی در میدان جنگ، رئیس جمهور فرانسه، دبیر کل سازمان ملل متحد و وزارت خارجه افغانستان خواستار پایان حملات روسیه به اوکراین شده. این حملات اشتباه مغایر با منشور سازمان ملل و غیر قابل قبول است، اما غیر قابل بازگشت نیست. درخواست شب گذشته خود از پوتین را تکرار می‌کنم. عملیات نظامی را متوقف کنید و ارتش خود را به روسیه بازگردانید. با این حال شماره شهروندان اوکراین برای زنده ماندن به متروها پناه بردند و شماره هم به کشورهای همسایه. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که تاکنون بیش از 100 هزار نفر از خانه‌هایشان فرار کردند. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با دکتر سعید طاهر عرفانی، آگاه رابطه بین الملل. و در ابتدا از او پرسیدم که جدا از بحث روسیه و اوکراین، این جنگ چه تبعات منفی روی اوضاع منطقه می‌تواند داشته باشد؟
ببینید یک قاعده مرسوم در روابط بین الملل وجود دارد و اون اینه که به هر حال سیستم های تابع دنباله روی سیستم های اصلی است. به این معنا که در روابط بین الملل هر گونه تغییر و تحولی که در سیستم های اصلی رخ می دهد، مثلا قدرت های بزرگ، طبعا سیستم های تابع یا سیستم های منطقه‌ای از اون متاثر می شود. الان ما شاهد این هستیم که در سیستم های اصلی تحولات رخ داده و به نوعی یک رویارویی میان یک قدرت بزرگ که روسیه است با قدرت بزرگ دیگر که آمریکا و غرب است به گونه رخ داده. طبیعیه که این تحولات میتواند عواقب منفی برای سیستم های تابع از قبیل آسیای مرکزی، از قبیل قفقاز، از قبیل خاورمیانه، از قبیل خلیج فارس و در واقع جنوب آسیا اینها داشته باشد. پس بنابر این ما نمیتوانیم مسئله اوکراین را محدود کنیم فقط به اوکراین و روسیه، بلکه کلیه مناطق به نوعی تحت تاثیر عواقب منفی جنگی که در اوکراین به وجود آمده قرار خواهد گرفت. ضمن این که ما در دنیای وابستگی متقابل زندگی می‌کنیم، در دنیای وابستگی متقابل دیگه ما نمیتونیم دور خودمون یک حصار بکشیم، یک مرز بکشیم و به این معنا صحبت کنیم که این مسئله در اونجا اتفاق افتاده و ما متاثر نمیشیم. نه، کلیه مناطق از اون تاثیر خواهد پذیرفت و تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این مسئله تاثیر مستقیمش روی اقتصاد افغانستان چه رقم خواهد بود با توجه به اینکه افغانستان بخش بزرگ از مواد مورد نیازش و کالاهای مورد نیازش را از کشورهای همسو با روسیه تامین میکنند؟ ببینید این نکته را ما باید در نظر داشته باشیم که جنگ به صورت کلی روی اقتصاد کل جهان و مخصوصا کشورهای جهان سوم و کشورهای آسیب پذیر بیشتر تاثیرگذاری دارد. شما هر گونه جنگی که به هر حال رخ میده و اونم میان قدرت‌های بزرگ میتونه روی از دولت‌های ضعیف یا دولت‌های کوچکتر یا دولت‌های در حال توسعه بیشتر تاثیرگذار باشد. در این میان شما افغانستان رو می‌بینید که از هر جهت به هر حال نیازمند واردات هست و کلیه اقلام مورد نیازش را باید از مسیرهای مختلف ترانزیت کنند و وارد کنند. طبیعی است که هر گونه در واقع مشکلاتی که به وجود میاد در عرصه بین‌المللی و به نوع اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار می‌گیرد، آسیب‌پذیری‌های بیشتری را روی کشورهای ضعیف و اقتصادهای ضعیف مثل افغانستان تحمیل میکند. افغانستان به هر حال شما اگر در نظر بگیرید الان وابسته است به خیلی از کشورهای دیگر و به نوعی مایحتاج خودش را از اونجاها وارد میکند و طبعا وقتی که روسیه و سیستم اطراف روسیه مثلا آسیای مرکزی و قفقاز وقتی درگیر جنگ میشه و اقتصاد آنها اقتصاد جنگی میشه، طبیعی یک تاثیر منفی روی اقتصاد افغانستان به عنوان یک خرده که نظام یا در واقع به عنوان یک کشور کوچک بر جا میگذاره. آقای عرفانی، در صورت وخامت اوضاع و جدی‌تر شدن جنگ میان روسیه و اوکراین، موضع افغانستان در قبال این مسئله باید چطور باشه به نظرتون؟ ببینید، انتظار این است که اوضاع وخیم‌تر از این نشود. ما وخیم زمانی صحبت می‌کنیم که غرب و آمریکا به صورت مستقیم بیاید از اوکراین حمایت کنند و یک رویارویی به وجود بیاید و به نوع بلوک‌بندی‌ها به وجود بیاید. در صورت به وجود آمدن بلوک‌بندی‌ها یا در واقع اون وضعیت که در زمان جنگ سرد وجود داشت، طبعا در اون زمان کشورهای بی‌طرف کمتر میماند و مجبور است که کشورهای ضعیف به دامن یکی از ابرقدرت‌ها و یکی از بلوک‌ها به هر حال متوسل بشه. ولی در شرایط فعلی نشانه‌ها حاکی از این است که غرب این ریسک را نخواهد کرد که وارد یک جنگ گرم با روسیه بشه و بیشتر از طریق جنگ سرد و تحریم‌های اقتصادی می‌خواهد به هر حال روسیه را ادب کنه. اما طبیعی است و اگر ما از وضعیت وخیمی صحبت کنیم و در واقع از این سناریوی صحبت کنیم که ممکن داره یک وضعیت دو قطبی در جهان به وجود بیاید، طبعا همه کشورهای دیگر کوچک مثل کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ناچار از این است که یک گزینش را انتخاب کند، یا مجموعه اینها بیاید راه عدم تعهد و بی‌طرفی را انتخاب کند، چنان که در زمان جنگ سرد این کار از جانب نهرو اینها در واقع دنبال شد. و اگر این کار مقدور نباشد، طبیعیه که کشوری مثل افغانستان با عنوان یک کشور کوچک نیازمند این هست که به یکی از قدرت‌های بزرگ در واقع خودش را نزدیک کنه و ائتلاف با اونها تشکیل بده تا اینکه امنیتش به گونه محفوظ بماند و یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای را شکل بده. گفتگویی بود با دکتر سعید طاهر عرفانی، آگاه روابط بین‌الملل.